با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان رو در تاریخ 15 ژانویه سال 2023 و در ساعت 17 وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. طبق روال گذشته من در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض می کنم و بعد می پردازیم به جلسه. سرکار خانم شراره هادیزاده رئیسی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در آذر ماه سال 1401، سرکار خانم کوثر ولیزاده با بررسی هدف اول از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع آزادی بیان و عقیده در جمهوری اسلامی ایران. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم که موضوعش از روز جهانی مذهب که همونطور که میدونید روز جهانی مذهب سومین یکشنبه ماه ژانویه در واقع به این نام گذاری شد. دوستان و همراهان عزیزم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. در ابتدا من دعوت میکنم از سرکار خانم شراره حاجی‌زاده رئیسی تا گزارش و تحلیل موارد نقض پیروان ادیان در آذرماه سال 1401 رو به اطلاع شما برسونن. سرکار خانم رئیسی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز و تسلیت عرض میکنم به تمام خانواده های جانباخته راه آزادی. من اخبار رو دستبندی کردم، ابتدا از اهل سنت شروع میکنم. تهدید به برخورد با مولوی عبدالغفار نقشبندی توسط نهادهای امنیتی. بر پایه گزارش های رسیده به شبکه کلمه همزمان با افزایش فعالیت های حق جویانه مولوی عبدالغفار نقشبندی در بلوچستان، نیروهای وابسته به سپاه و نهادهای امنیتی بار دیگر تهدید به برخورد با وی کردند. این خبر در حالی است که در تاریخ چهارشنبه 2 آذر مرتضی نوازدهی، راننده حافظ عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت راسک از مغازه خود بازداشت شده بود و پس از پیگیری ها وی آزاد شد. این بازداشت بدون حکم قضایی صورت گرفته بود. گفتنی است که روز پنجشنبه 3 آذر 1401 بیش از 100 تن از علما و روحانیون، مدیران مدارس و ائمه جمعه شهرستان راسک، آشار و سرباز از جمله مولوی عبدالغفار نقشبندی در یک نشست حمایت قاطع را از مطالبات مردم انقلابی ایران کرده بودند. این خبر نقض می‌کند قانون اساسی را در اصل 13 رسمیت ادیان الهی، اصل 19 مردم از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 32 عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی و همچنین نقض میکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 18 آزادی عقیده. به گزارش از شبکه جهانی کلمه روز پنجشنبه 10 آذر ماه 1401 جمعی از شهروندان اهل سنت بلوچ در میدان کوثر زاهدان پس از فاش شدن بولتن خبرگزاری فارس در حمایت از شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش بولتن خبرگزاری فارس که چند روز پیش توسط گروه هکری بلک ریوارد هک شده بود، پرده از سخنانی برداشت که طی این دوره خیزش مردمی علی خامنه ای و سپاه پاسداران تصمیمات محرمانه را اتخاذ کرده و به ضعف و ناتوانی بسیج و سپاه در برخورد با معترضان معترف بودند. در این بولتن به دستور خامنه ای به شورای عالی امنیتی ملی و ناجا در مورد چگونگی مواجهه با مولانا عبدالحمید اشاره شده. رهبر انقلاب به شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی که جمع‌بندیشان دستگیری مولوی عبدالحمید بوده دستور دادند که در جریان بررسی موضوع اختشاشات در زاهدان مولوی عبدالحمید نباید بازداشت بشه، بلکه باید بی‌آبرو بشه. این خبر نقض می‌کنه قانون اساسی رو در اصل 13 رسمیت ادیان الهی، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،
اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هست در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. به گزارش شبکه جهانی کلمه به نقل از رسانک، روز 17 آذر ماه 1401 مولوی عبدالواحد ریگی استاد حدیث حوزه علمیه مدینه العلوم شهرستان خاش بعد از ادای نماز ظهر از محل مسجد جامع امام حسین خاش توسط افرادی مجهول رو بوده و در روز جمعه 18 آذر ماه بعد از نماز جمعه به شهادت رسید و پیکرش کشف شد. تا این لحظه هویت قاتلان مشخص نشده است، ولی گمان می رود نهادهای امنیتی همچون اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات جهت ایجاد رعب و وحشت بین روحانیون و جلوگیری از اعتراضات مردمی در ایران این جنایت را با توجه به سوابق انجام داده باشند. یک منبع نزدیک به خانواده مولوی عبدالواحد به وبسایت ایران وایر گفته است که مولوی عبدالواحد ریگی توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده است. به گفته این منبع وی را کشتند تا به بهانه نقش جدایی طلبها هرچه بیشتر این استان را سرکوب کنند. این گفته ها در حالی است که پس از کشف پیکر این عالم اهل سنت، جمهوری اسلامی در مقام خونخواه به میدان گذاشته و ادعا کرده که عاملان ترور را هنگام خروج از مرز بازداشت کرده است. این منبع نزدیک به خانواده مولوی ریگی در گفتگو با ایران وایر نزدیکی مولوی عبدالواحد به حاکمیت جمهوری اسلامی را تایید کرد و گفت دقیقاً رو بودن و به قتل رساندن اون همین موضوع بوده، اما قاتل جمهوری اسلامی. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 13 رسمیت ادیان الهی، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، 8 تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد با انتشار نامه خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشتند. آنها در بخشی از این نامه ضمن تاکید چند باره و رد اتهامات مطروح علیه خود نوشتند: ما از تمامی این اتهامات ساختگی توسط ذهن بیمار وزارت اطلاعات و فیلم‌های ساختگی توسط آنها و صدا و سیمای فاسد حکومتی که حکم بازجو را دارند و افراد را مجبور به اعتراف می‌کنند بری می‌باشیم. این جانبان به عرض شما بزرگواران می‌رسانیم که وقتی ما برای احکام ظالمانه اعدام و 15 سال زندان شکوایی نوشتیم، اگر اقدامی قاطعانه از طرف جوامع سازمان ملل انجام می‌شد، امروز شاهد این نبودیم که خانواده های دیگری داغدار و یا انسان های بیگناه دیگری در زندان های جمهوری اسلامی محبوس شوند و خانواده های بیشماری در پریشانی به سر ببرند. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 13 رسمیت ادیان الهی، اصل 32 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی. و ما میرسیم به اخبار یارسان. سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در و دبیر جبهه متحد کرد از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب کرمانشاه مستقر در اسلام آباد غرب به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان توسط شعبه 5 دادگاه انقلاب کرمانشاه مستقر در اسلام آباد غرب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با تلویزیون و رسانه‌های معاند
و نیز خطاب کردن کشته شدگان اغتشاشات اخیر و ظالم خواندن نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین یکی دیگر از اتهامات وارده به آقای حیاتی تحریک مردم به کشتار و جنگ به قصد برهم زدن امنیت کشور بوده که دادگاه به دلیل فقدان ادله اثباتی جهت اقناع وجدانی و همچنین با لحاظ اصل براءت مستند به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به براءت وی از اتهام انتخابی داده است. این خبر نقض می‌کند قانون اساسی را در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 32 عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی و اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی. به گزارش خبرگزاری هرانا، روز پنجشنبه 10 آذر 1401 سید کرم عباسی شهروند پیرو آیین و یارسان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. روز چهارشنبه نیز دو برادر او به نامهای سید امین و سید سروش عباسی به همراه 5 تن دیگر از اعضای مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در پلیس راه بیستون کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. یک منبع آگاه در خصوص بازداشت این برادران به هرانا گفت هر سه را زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانه سید کرم را هم تفتیش کردند و حتی به وسایل خسارت وارد کردند و آنها را شکستند. به گفته این منبع مطلع، این شهروندان یارسانی روز گذشته برای دیدار با تعدادی از همکیشان خود به شهرستان صحنه رفته بودند که هنگام بازگشت به کرمانشاه در پلیس راه بیستون توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و تا زمان تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نبود. این خبر همچنین نقض می‌کند قانون اساسی را در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 32 عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی و اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیر قانونی. و اما آخرین خبر که مربوط به بهائیان هست، من همه رو جمع‌بندی کردم از تمام اخبار ماه آذر و خدمتتون ارائه میدم. حامی بهادوری بدون حق انتخاب وکیل، کامیار حبیبی با وجود بیماری از گرفتن داروهایش امتناع می‌کنند. بشیرالله وردی بدون ارائه دلایل بازداشت و محل نگهداری بازداشت شده. سپهر ضیایی همچنان بلا تکلیف و بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده در زندان اوین به سر می‌برد. پیام ولی محبوس در زندان کرج می باشد و بدون توجه به دفاعیاتش پاسپورت مربوطه کیفرخواست را صادر کرده. سامان خادم همچنان در زندان عادل آباد شیراز در بلا تکلیفی و بدون دسترسی به وکیل به سر می برد. میلاد صنایعی فعلا با قرار وثیقه آزاد شده. همایون خانلری در رشت بازداشت شده بدون ارائه دلیل و همچنین محل نگهداری. وصال ممتازی در زندان لاکان رشت به سر میبرد. فرید علوی در ساری بازداشت شده. مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی که 10 سال حبس را تحمل کرده بودند مجدداً حکم 10 سال دیگر زندان در دادگاه 1 ساعته برای آنها صادر شده. پروا بهداد در زندان دولت آباد اصفهان در بلا تکلیفی به سر میبرد. و این بود اخبار بهائیان در این ماه که تمام این گزارشات نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 32 عدم توقیف حبس و تبعید غیرقانونی، اصل 35 حق داشتن وکیل و همچنین نقض میکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی. سپاس از همراهی شما. من اخبار زیاد بود، فقط یک چکیده از اون رو انتخاب کردم و میتونید خودتون از سایت قانون مطالعه کنید. من مایک رو هم میکنم. ممنون از همه شما. از
ممنونم خانم رئیسی، سپاس از شما. کامل و جامع بود تقریبا، به اکثر بیشترشون در واقع اشاره کردید، ولی خب همونطور که خودتون فرمودید اخبار نقض متاسفانه خیلی زیاده، مخصوصا حالا تو این چند ماه گذشته. خب بیشتر اخبار رفته حالا به سمت اعتراضات و اتفاقاتی که داره توی ایران میفته و یه جورایی اخبار مربوط به ادیان کمرنگتر شده، یعنی کمتر در واقع خبرگزاری ها بهش میپردازن و توی این حالا سکوت خبری در واقع متاسفانه خیلی از توی ماه گذشته در رابطه با ادیان اهل سنت و بهاییان متاسفانه ماه گذشته اتفاقات خیلی زیادی افتاد، خیلی هاشون بازداشت شدن، محاکمه شدن، حبسای طولانی مدت براشون بریده شد، ولی خب از کلاف بعدم به خاطر حالا اتفاقاتی که توی ایران داره میفته و اعتراضایی که اتفاق افتاده متاسفانه این اخبار یه ذره کم رنگتر شده و خیلی بهش نپرداختن. ولی خب اخبار کاملتر و جامعتر توی وبسایت کمیته هست، دوستان حتما میتونن برن اونجا کامل مطالعه بفرمایند. در رابطه با گزارش ارائه شده اگر دوستان نقطه نظر یا دیدگاهی دارن یا نکته‌ای میخوان اضافه بکنن خیلی خوشحال میشیم که بشنویم. خب سپاس از همگی و ممنونم خانم رئیسی. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم کوثر ولیزاده با بررسی هدف اول از سند BC یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم ولیزاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. ممنون که ما رو در اختیار من قرار دادین. بازم عرض درود فراوان خدمت همه دوستان عزیز. من هم به شخص تسلیت میگم، قتل شهروندان عزیز ایران رو در جای جای ایران به شما و خانواده های این قربانیان تسلیت میگم. در ابتدا میخوام بگم که اهداف 23 به مجموعی از اهداف هستن که به آینده مربوط میشن. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه، نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جوامع مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدن و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایه 23 رو تصویب کردن. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی رو در زمینه توسعه پایا برای 15 سال آینده ترسیم میکنه که هدف اول این سند پایا پایان دادن به فقر هستش. به گفته یکی از دبیران کل سازمان ملل متحد این سند 23 دستور کاری هستش که وعده هایی رو داده که توسط رهبران کشورها به مردم سر جهان داده شده، وعده این رو دادن که این سند دستور کاری هستش که پایان بده به فقر رو و فقر رو در همه اشکال در کره زمین بهش خاتمه بده. این اهداف توسط سازمان ملل متحد تعریف شدن به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج داده شده است و قرار بر این بود اهداف توسعه پایا تا 2015 تا 2030 اجرا شود. این دستور کار بر اصول کرامت حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح جهان شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی، زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک پاسخگویی استواره. این سند مقدمه داره مبنی بر این که رهبران مردم جهان بر اون هستند که تا سال 2030 به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار و منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب و آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران محترم، شمردن
تنوع فرهنگی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و مردم سالاری و بهبود محیط زیست و همچنین توسعه مناطق روستایی و توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای و ترویج تفاهم اشتغالزایی و نظارت اینها حرکت کنند. سپس در لزوم تلاش همه دولت‌ها برای رسیدن به این اهداف توسعه 23 تأکید شدن. در ایران بیانیه برنامه عملی کردن اهداف توسعه پایا با رهبر صحبت شد و رهبر جمهوری اسلامی این اهداف یونسکو رو رد کردن و همکاری با جوامع بین الملل صورت نگرفت و از نظر ایشون مغایر بود، تناقض داشت با قوانین و باورهای دینی و اولویت و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض بود و در تاریخ 10 خرداد 1396 وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه به شرح زیر انتشار داد که در چارچوب قوانین دینی نیستش و سند 23 رو رد کردن. من میخوام به چند مورد از قوانین جمهوری اسلامی بپردازم که در مورد فقر صحبت کردم و از اونجایی که در ایران حکومت ناکارآمد هستش و فقط به فکر دزدی و غارت ایران هستش و وجود رفاه و عدالت ممکن نیستش، چرا که به فکر غارت هستن و به صورتی هستش که حتی قوانین اساسی کشور رو هم در مورد رفاه و درآمد و از بین بردن فقر هستش رو خودشون رد میکنه و نقض میکنه. در اصل 3 قانون اساسی آمده که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای اهداف مذکور در اصل 2 همه امکانات خود رو برای امور زیر به کار ببرد: پیروزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه. در این بند آمده که تمامی این موارد باید در چارچوب اسلامی باشد. عدالت اسلامی که زن رو نصف مرد میدونه و درآمد زنان رو نسبت به مردان نصف کرده و باعث شده که رفاه جامعه خیلی پایین بیاد، به صورتی که 80% مردم ایران زیر خط فقر هستن و رفاهی در جامعه نیست. در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده برای تامین استقلال اقتصادی جامعه، برای شکن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور از رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارن ولی وسایل کاری ندارن. ما این چیزایی که در قوانین نوشته شده رو هیچ کجای حکومت ندیدیم، یعنی وسیله برای کار کردن در اختیار مردم قرار داده میشه و نه حتی کاری هم وجود داره. اینجا نوشته شده در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگه‌ای که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود، نه دولت رو به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق درآورد، یعنی یک عدالت باشه که سودش مساوی باشه.
این رو ما در حکومت نمیبینیم و ما مشاهده میکنیم که وام های خیلی با سودهای کلان در بانک ها وجود داره. این اقدام باید رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی و اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. تنظیم برنامه اقتصاد کشور به صورتی که شکل محتوای ساعت کار چنان باشد هر فرد علاوه بر تلاش شغلی و فرصت توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری و کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد. رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، منع اضطراری به غیر از احتسار، احتکار، ریا، بخش ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، منع اسراف تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اهم از مصرف سرمایه گذاری، تولید، توزیع خدمات، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی صنعتی که نیازهای عمومی رو تامین کنه و کشور رو به مرحله خود کفایی برسونه. جالبه ما اینجا داریم که نوشته کشور رو به خود کفایی برسونه، با وجود این همه برنامه ریزی و قوانین و اینا ما مشاهده میکنیم که مردم ما با داشتن خیلی از چیزها دارن تو فقر زندگی میکنن. یعنی مردم ایران فرش میبافن ولی حتی قدرت خرید یک فرش رو ندارن. جالبه برای من. با وجود تمامی این قوانین برای پایان دادن به فقر، ما مشاهده دزدی و غارت حکومت روی کار ایران هستیم و شاهد فقر یا تنگ دستی در ایران با وجود منابع طبیعی و موقعیت راهبردی این کشور در خاورمیانه قابل توجه. رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار اعلام کرد در سال 1401 که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18 میلیون تومان و 290 هزار تومان رسیده. بدنه جامعه کارگر ایران منظره معیشت مانند بیمار است که با 10% از قلب زندگی می‌کنه، یعنی هیچ درآمد خاصی نداره و خیلی این درآمد پایین هستش. 80% جمعیت ایران زیر خط فقر به سر میبرن. ممنون که ماکس رو در اختیار من قرار دادید. متن خیلی بیشتر از اینها هستش ولی با توجه به زمان محدود همینجا صحبت هم رو بکنم میگم. ممنونم از شما. سپاسگزارم خانم ولیزاده، مرسی، خیلی کامل و جامع بود. ممنونم از شما، توضیحاتون بسیار خوب بود در رابطه با سند 20C و در واقع میشه گفت تنها دلیلی که آوردن حالا برای اینکه امضا نکنن این سند رو همون بحث عدم این مغایرت با دین اسلامه، یعنی اینو فقط بولد کردن و گفتن به این دلیل ما امضا نمی کنیم و اصلا مغایرت داره با اسلام، در حالی که همه ما میدونیم که واقعا دلیل اصلی نبوده و دلایل دیگه پشت پرده بوده. یکیش که یکی از عمده ترین و اصلی ترین دلایلش بحث شفاف سازی مالیه، یعنی وقتی این سند شما بخوای اجرایی بکنی باید وضعیت بانک ها، بانکداریمون در واقع شفاف بشه که بتونن با بقیه حالا کشورهای دیگه تعامل داشته باشن، بتونن پول رد و بدل بکنن و یه سیستم در واقع شفافی نیازه. ولی خب میدونیم اصلا توی این سیستم فاسد اصلا سیستم شفاف اصلا جوابگو نیست، توی تمام حوزه‌هاشون همینجوریه، یعنی هیچ شفافیتی توی هیچ حوزه‌ای توی جمهوری اسلامی شما پیدا نمی‌کنید و این دوتا با هم مغایرت داره، یعنی جمهوری اسلامی با
شفافیت کلا این دو تا نقطه متضاد هم دیگه هستن و به همین دلیل هم بود که این سند امضا نشد و تبعاتش هم متاسفانه توی کشورمون داریم میبینیم. دوستان عزیز، همکاران گرامی، در رابطه با حالا سند ارائه شده، سند 20، اگر که نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارید. خب مرسی از همگی. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای اسفندیار سنگری با موضوع آزادی بیان و عقیده در جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای سنگری عزیز بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با درود و عرض ادب و احترام خدمت همکاران گرامی و عزیزانی که در جلسه حضور دارن و افرادی که از طریق یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر به طور آنلاین ما را همراهی کنید. آزادی بیان و اندیشه است. اصولی است که بر اساس بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر باید در همه جوامع جهانی رعایت گردد. آزادی بیان به مردم این احساس را می‌دهد که حکومت به حق آزاد بودن آنها احترام می‌گذارد و پرواضح است که آزادی بیان، اندیشه و عقیده تنها برای نهادینه شدن مردم سالاری کافی نیست. دولت ها نیز باید در برابر مردم و اقشار جامعه پاسخگو باشند. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حق آزادی بیان و عقیده آمده است: هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می باشد. هر کس می تواند از این حقوق به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد و همچنین ماده 19 در خصوص حق آزادی بیان و اندیشه آمده است: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبوع شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاع افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. ماده 28 منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران آمده است که شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر و نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی حکومت برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری و تحمل و مدارا می باشد. اما به نظر می رسد که نهادهای حاکمیتی در ایران به جای گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا، بیشتر در صدد برای توجیه سرکوب و مجازات منتقدان آزادی و بیان اندیشه و معترضان هستند. در واقع آنچه در کارنامه 14 حقوق بشری ایران به وفور یافت می شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که عقیده ای غیر از آنچه در اصل 12 تعیین شده دارند. بنابر قوانین حقوق بشری، دولت‌ها حق استفاده از مذهب را به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظفند در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. ایران وان سایر ادیان دینی، هم از آنان که به رسمیت میشناسند و آنان که عقایدشان به رسمیت شناخته نمیشود را حبس و یا به کام مرگ فرستاده است، بلکه تعداد کثیری از مسلمانانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثناعشری نیز مغایرت دارد با مجازات مرگ مواجه شدند و هستند.
شهادت بازماندگان، بازجویی‌ها و زندانیان حاکی از این واقعیت است که در موارد بیشماری افرادی به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار ناگزیر به انکار عقایدشان شدند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در دادند. اقدامات این چنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان عقیده شهروندان محسوب می شود. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و عملکرد افراد و جوامع و نقض حقوق سلب ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می شود. عدم به رسمی شناختن سایر پیروان ادیان از سوی دولت و نظام اسلامی ایران و برخورد هدفمند با افرادی که مذهب رسمی پیروی نمی کنند اجحافی واضح در حق پیروان سایر ادیان تلقی می شود. اما بسیاری بررسی ها نشان داده است که سیاست های دولت مربوط به قوانین و دستور عملهای ناظر بر حق آزادی بیان عقیده حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نیز نقض کرده و می کند. به خطر افتادن امنیت ملی بلی یکی از دلایلی است که حکومت‌های مستبد در کشورهای در حال توسعه و در ایران از آن برای محدود کردن آزادی بیان و عقیده استناد می‌کنند. در بسیاری از کشورها و حکومت‌های خودکامه تعریف دقیقی برای امنیت ملی وجود ندارد، زیرا از این واژه تنها برای سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده در دستگاه‌های حکومتی خود استفاده می‌کنند. طبق تحقیقات انجام شده از سوی کارشناسان در دنیای امروز، خشونت علیه اعتقادات مذهبی افراد در دو حالت اتفاق می‌افتد. در حالت اول دیگر افراد سطح جامعه هستند که از روی جهل و عدم آگاهی پیروان مذاهب دیگر را قبول ندارند و هر جا بتوانند به مخالفت با آنها می‌پردازند. نمونه این قبیل رفتارها را نیز در یهودی ستیزی و اسلام حراسی حتی در جوامع مدرن غربی نیز ما مشاهده کرده ایم و میکنیم. در حالت دوم وقتی است که حکومت و قوانین برخی کشورها خشونت را علیه دیگر ادیان ترویج میکنند که به طور مشخص این دسته دوم به دلیل تأثیر مخرب و قدرت اجرایی هم که دارند بیش از دسته اول برای پیروان ادیان مختلف مزاحمت ایجاد کرده و میکنند. از جمله کشورهایی که همیشه در این موضوع مورد انتقاد جوامع حقوق بشری بسیار قرار گرفته جمهوری اسلامی ایران است. طبق تحقیقات تاریخ نویسان کشور ایران به دلیل قدمت چندین هزار ساله تاریخ که دارد از زمانهای قدیم پیروان ادیان مختلفی را در خود جای داده است. در متون تاریخی مختلف از قدیمی تر ادیان مانند زرتشتیان گرفته تا بعدها یهودیان بسیاری در ایران در کنار هم زندگی میکردند. سپس بعد از آمدن اسلام به سرزمین ایران موضوع جنگ بین مذاهب و قدرت حاکمه شدت گرفت تا به جریان معروف انتخاب مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل صفوی میرسه. موضوع که تا به امروز تعیین کننده مذهب بسیاری از ایرانیان بوده است. از آن زمان تا انقلاب سال 57 ایران حکومت ایران بر اساس نظام و حکومت‌های پادشاهی اداره می‌شد و اکثریت مردم نیز مسلمان شیعه یا سنی تشکیل می‌دادند. پس از انقلاب سال 57 تا به امروز حکومت ایران از مطبوعات، رسانه‌ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی تحت نفوذ خود برای برچسب زنی
اتهام، نفرت پراکنی و نیز تغییر اذهان عمومی در خصوص آزادی بیان اندیشه در پیروان سایر ادیان و اقوام ایرانی به طور هدفمند اقدام کرده و میکند. در واقع برچسبانی و اتهام از طریق وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات و رسانه‌ها مهمترین تولید ماشین سرکوب در جمهوری در خصوص آزادی بیان و عقیده در حکومت فعلی ایران می باشد. دستگاه رسمی تبلیغاتی رژیم ایران یک واژه‌نامه مشخص برای برچسب‌زنی به مخالفان و منتقدان خود دارد. این واژه‌نامه رسما گردآوری و ابلاغ نشده، اما همه نیروهای امنیتی و درون حکومت می دانند که برای حیات و بقای حکومت باید آن را به کار گیرند. صدور احکام سنگین قضایی برای سایر دیگراندیشان و پیروان ادیان، فعالان سیاسی و مدنی، هر صدای انتقاد آمیزی از وضع موجود، گوشه ای از روش های حاکمیت در سرکوب آزادی بیان، اندیشه و عقیده است. بسیاری از آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام روبرو شوند و فضای آزادی بیان، ابراز عقیده و انتقاد روز به روز تنگتر و محدودتر از قبل می شود. هرچند در قوانین موجود بارها به حق شهروندان برای آزادی بیان تاکید شده، اما به نظر می رسد حاکمیت این آزادی و بیان عقیده را تنها در چارچوب مطلوب خود می‌بینند. مقامات جمهوری اسلامی در ایران محدودیت‌های سختی را برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت قائل می‌شوند. در اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است که حکومت و مردم موظفند با عدل و قسط با پیروان مذاهب دیگر رفتار کنند، اما در واقع رژیم ایران به قانون اساسی خود نیز پایبند نبوده و عمل نمی کند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق مذهبی اینچنین اعلام کردند: نقض آزادی بیان، اندیشه و آزادی‌های دینی حاکی از آزار پیروان مذاهب غیر شیعه در ایران و محدودیت‌هایی که به آنان در مورد پرداختن به آداب دینیشان و اعتقاداتشان تحمیل می شود و نیز در آمده است که جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان و جامعه زرتشتیان پیوستند یا افراد دستگیر شده که به این دو گروه به پیروان مذهبی تعلق دارند در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبیشان محدودیت هایی را تحمیل می کند و فضای دهشتناک برای پیروان سایر ادیان و مذاهب غیر شیعه ایجاد کرده‌اند، به ویژه برای بهائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، یهودیان، مسلمانان اهل تصنن، یارسانان، مندائیان و شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را در واقع نمی‌پذیرند. مقامات دولتی ایران از رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی تحت کنترل و نفوذ خود به تبلیغ منفی علیه سایر پیروان دینی به خصوص بهائیان ادامه می‌دهند. بهائیان ایران همچنان از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند یا اصلا اجازه تحصیل در دانشگاه را نمی‌یابند و محل کسب کار آنان نیز پلم و زمین‌های آنها به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره می شود. در مجموع همه سایر پیروان ادیان در ایران به درجات و سطوح مختلف از تبعیض‌هایی که به طور رسمی به خصوص در عرصه‌های اشتغال، آموزش، مسکن و حقوق اجتماعی که شامل می شود دائما تحت فشار بوده و رنج می برند. جمهوری اسلام در گذر زمان و 14 تاریخ پرفراز و نشیب حکومت خود همواره سعی داشته از طریق مطبوعات و رسانه‌های تحت نفوذ خود آزادی بیان، اندیشه و عقیده را منکوب و نفرت پراکنی نماید، اما در عصر حاضر با
با روند فزاینده سازمان ها، کمیته ها و کانون های مدافع حقوق بشری توانستند از طریق سایت ها، رسانه ها و مطبوعات بین المللی صدای آزادی خواهی و بیان خواسته های به حق مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند. و کلام آخر این که اختناق در آزادی بیان اندیشه نمیتواند برای همیشه زنده بماند و در نهایت آزادی بیان اندیشه هم شمول خواهد شد و لازمه تصدیق این آزادی افشاگری، تهیه آمار و گزارشات و آگاهی رسانی بین اقشار مردم و در سطوح مختلف جامعه می باشد. سپاس از شما عزیزان که با این سخنرانی با من همراه بود. ممنونم آقای سنگری عزیز بابت سخنرانیتون. و همونطور که فرمودید آزادی بیان مثل رودخونه میمونه، بالاخره هر جوری باشه، در هر خفقانی هم که باشه، توی جمهوری اسلامی هم که باشه، بالاخره مسیرشو پیدا میکنه و به سمت آزادی میره. از دوستان، همکاران گرامی، اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب سپاس از همه، ممنونم جناب آقای سنگری. بخش بعدی مون رو شروع میکنیم. بخش بعدی ما بحث آزاده. بحث آزاد امروز ما موضوعش هست روز جهانی مذهب. روز جهانی مذهب هر ساله توی سومین یک شنبه ماه ژانویه با هدف جلب توجه دنیا به یگانگی و وحدت تمامی ادیان برگزار میشه و همونطور که میدونید حق آزادی مذهب توی ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بهش اشاره شده و همینطور توی قانون اساسیمون همینطور اونجا هم این حق وجود داره. در رابطه با قوانین موجود و نقض‌هایی که اتفاق میفته خب کم و بیش صحبت کردیم، ولی الان میخواییم بیشتر در راجع به پیروان ادیان مختلف و نگاه ها و دیدگاه های مختلف افراد در مورد ادیان صحبت بکنیم. اکثر پیروان آیین های مختلف بر این باورن که تنها دین و آیینی که خودشون دارن، خودشون قبول دارن به حقه و با وجود بودن آزادی مذاهب در کشورها، هنوز پیروان ادیان سخت میتونن تفکرات و دیدگاه های افراد مختلف با آیین های مختلف رو درک بکنن و به نوعی به آیین های دیگه احترام بذارن. و این موضوع حتی در مورد باورهایی که حالا کمی جدیدتر هستن و آیین های به اصطلاح نوتر هستن، نوتر نسبت به ادیان شناخته شده در و اون ادیانی که قدمت بیشتری دارن، خب میبینیم سختگیری های خیلی بیشتری اتفاق میفته. برای مثال خب افرادی هستن که باور به وجود دین و خدایی ندارن توی همین دنیای مدرن امروزی که البته خب به لحاظ فکری عرض میکنم مدرن، اکثریت آدم ها وقتی برخورد میکنن به افرادی که باور به خدا و دینی ندارن سریع واکنش نشون میدن و حتی حاضر به درک و شنیدن این افراد نیستن، حتی به نوعی گفتهای اونا رو توهین قلمداد میکنن. حالا بحث خدا ناباوران فقط یه مثال بود که از کدو خدمتون، ولی این مشکل توی اکثر ادیان یا باورهای جدید، حالا یا اینکه جدید هم حتی نباشه، ولی پیروان کمتری نسبت به ادیان شناخته شده تر داشته باشه، به وضوح میتونیم ببینیم که بیشتره. صرف نظر از اینکه افراد به چه چیزی فکر میکنن و بر چه اساس و منطقی برای خودشون آیینی انتخاب میکنن، باید بگیم که حتی این دست از افراد هم از لحاظ آزادی مذهب دارای حقوقی هستن و باید به چشم یک آیین و باور به این افراد و تفکراتشون احترام بذاریم. اما میخوام در اینجا بحث رو با شما دوستان در رابطه ادامه بدیم و نظر شما دوستان رو راجع به این موضوع بشنویم. به نظر شما دوستان چرا با وجود اینکه تمامی ادیان تقریبا مشترکات خیلی زیادی با هم دیگه دارن، همگی خدایی دارن و همگی اون خدا رو عبادت میکنن
حالا یه سری تفاوت‌های توی تفسیر و راه و روش‌های عبادت وجود داره، هیچ وقت پیروان ادیان مختلف به یک صورت و باور کردن یکدیگر به جایی که همدیگر رو باطل خطاب کنن نرسیدن. و اینکه هر کدوم از ما به عنوان یک انسان به چه شکل میتونیم تلاش کنیم که اول خودمون به آیین و باورهای همدیگه احترام بذاریم و در مرحله بعد در صدد دفاع از باورهای همدیگه باشیم. از دوستان عزیز دعوت میکنم در این بحثمون شرکت بکنن، دوستان نظرشون رو در این رابطه با ما به اشتراک بذارن. الان ما تو کمیته ادیان همین کار رو داریم انجام میدیم دیگه، همه ما الان هستیم با باورهای مختلف با ادیان مختلف، ولی یکی از کارهایی که داریم اینجا الان تو کمیته ادیان انجام میدیم دفاع از پیروان ادیان، دفاع از کسی که حالا دیدگاهش با دیدگاه ما شاید در یک راستا نباشه، ولی داریم این کار رو الان توی کمیته ادیان انجام میدیم. یکیش اینه، ولی می‌خواستم ببینم آیا راه و روش دیگه‌ای هست که ما بتونیم بیشتر در واقع به خودمون کمک کنیم. همه ما بالاخره به یک چیزی باور داریم، به یک دین یا به یک باوری باور داریم، ولی ممکنه با الان توی این جمعی که ما الان هستیم، الان 23 نفر توی جلسه ما حضور داریم، هر کدومون یک دین و باوری داریم، ولی امکان داره خیلی باوران با هم تضاد داشته باشه، ولی مشکلی نداریم. الان در کنار هم داریم جلسه برگزار میکنیم، با هم دیگه صحبت میکنیم و نظرمون رو بیان میکنیم، ولی توی جامعه همون چیکار میتونیم بکنیم که این گسترده تر بشه، بیشتر به هم دیگه احترام بذاریم، هم دیگه رو سرکوب نکنیم. توی گذشته یادمه دیگه همیشه توی کشورمون بر این منوال بود که احترام نمیذاشتیم به هم دیگه، مخصوصا حالا ادیانی که این باور توی ما به وجود آورده بودن توی جمهوری اسلامی که فلان دین مثلا عرض میکنم خدمتون بهائیت نجسن، شما نباید اصلا باشون ارتباطی برقرار کنید، یا فلان دین کافرن، کسانی که فلان دینو دارن پیروی میکنن کافر هستن. ما چیکار باید بکنیم که دامن نزنیم به این مشکلات، این مشکلات بیشتر نکنیم و برعکس کمترش بکنیم؟ جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم میشنویم شما. بله، عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز، عصر همگی بخیر. بابت بحث آزادی مذهب در جامعه‌ای که امروز در ایران فعلا حاکمه و متاسفانه درش ریشه دوانده و یکی از مشکلات این خیزش اخیر متاسفانه همینه، این ذهن مذهبی که نمیخواد تغییر کنه، نمیخواد بپذیره که در فردای آزادی شاید مذهبی که الان به نوعی از بین رفته رو بشه بهتر و خیلی مفیدتر بتونه داشته باشه، چه برای خودش، چه خانوادهش، چه در سطح جامعهش. آزادی مذهب، آزادی عقیده یکی از ارکانیه که خب حقوق بشر داره روش دست میذاره و براش اهمیت داره که انسانها به واسطه این آزادی به حالا عقیده و نظری که دارن بتونن راحت سطح جامعه صحبت کنن، ارتباط برقرار کنن و نسبت به مذهب و عقیدهی که دارن بتونن حالا برنامه های خودشون رو داشته باشن، حالا بحث جلسات خودشون رو داشته باشن، مراکزی داشته باشن برای اینکه بتونن نشر بدن عقیدهشون رو. خب چیزی که امروز ما توی جامعه ایران داریم میبینیم و سفت و سخت جامعه مذهبی شیعه ایران میتونیم بگیم درش پافشاری میکنه اینه که میخواد شیعه رو به طور خاص به تمام ایران، نه تنها ایران، حالا به تمام کشورهای مسلمان حتی صادر کنه و این پافشاری در اصرار در این عقیده شونه که باعث این اتفاقات شده و این مذهب گریزی، این دین گریزی در جامعه ما امروز ببینیم به طور فراوان، به نوعی فراوان شده. اما راهی که میشه برای اون در نظر گرفت برای اینکه بشه جامعه رو برد به سویی که این آزادی درش ادوپتیا بشه، درش نهادینه بشه،
اینه که مسئولیت ما حقوق بشری هاست دیگه، به نوعی بتونیم این دیدگاه رو در نزد جامعه بالا ببریم، درست کنیم که آزادی در مذهب و عقیده خیلی میتونه بیشتر و بهتر کمک کنه به ما و جامعه ما. اینکه هر کسی این ممکنه هر عقیده‌ای هر دینی به نوعی یه خصوصیاتی داره یه معایبی داره که در تقابل با همدیگه به راحتی میشه این خصوصیات و معایب برطرف بشه، حالا خصوصیت تقویت بشه، معایب پوشیده بشه و مرتفع بشه. ممنون از وقتی که به من دادید، بیشتر مزاحمتون نمیشم. ممنونم جناب لطفی، کاملا درسته. ببینید یه بحث حاکمیت و حاکمیتی که توی جمهوری اسلامی توی کشورمون هست که خب اصلا مشخص راه و روشش چیه و هدفش اصلا چیه و چه کار داره میکنه. البته خب قدرت هم داره، بحث سرمایه هم داره، همه چیز داره و داره کارشو پیش میبره. ولی یه بحث مردمه، این که ما مردم چی کار میتونیم بکنیم الان توی این وضعیت. ما مردم، حالا منی که حالا به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، منی که مسلمان هستم، چرا باید، حالا درست حکومت میگه بهائیان نجس هستن، ولی منی که الان توی این قرن دارم زندگی میکنم با این عصر تکنولوژی، با این آزادی اطلاعات، من چرا باید باور کنم که همچین چیزی هست؟ من چرا باید این آموزش درست رو از فضای آزاد اینترنتی نتونم استفاده کنم و به خودم یاد بدم که من هیچ فرقی با یک بهایی یا با یک مسیحی یا حالا حتی خدا ناباوران ندارم؟ همون شخصی که خدا ناباورم هست بالاخره یک باوری داره دیگه، کاری اصلا به درست و غلط بودن اصلا اینا نداریم. اصلا ما نمیخوایم بگیم کدوم درسته یا کدوم غلطه، فقط اینکه میخوایم بگیم یاد بگیریم احترام بذاریم به هم دیگه، سوای اینکه حالا هر عقیده‌ای داشته باشیم. متاسفانه توی کشورمون این مشکلات خیلی زیاد بوده در گذشته، ولی خب الان رفته رفته میبینیم که تقریبا میشه گفت داره از بین میره و این خبر خیلی خوبیه، خبر خیلی خوبیه. من اینجا صحبتامو کوتاه میکنم، دوستان دست بلند کردن، بعد ادامه میدم صحبتامو. سرکا خانم رضاوند بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. درود و عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی. من چند تا نکته رو بگم. اول اینکه در خب اوائل اصلا ادیان با جنگ و خونریزی وارد شدن. مهم هم نیچین، من روی هیچ دینی صحبت نمی کنم، تمرکز روی هیچ دینی ندارم. از همون اول شاید بگم دین ابراهیمی های تمام ادیان، مسیحیت، یهودی، اسلام، بهایی، همشون با یه جنگ و خونریزی وارد عرصه جدید شدن، یعنی پیروانی جمع کردن و اونهایی که زودتر بودند اونها رو کافر اعلام کردن و گفتن شما هر برحق نیستید. این از اون اول بوده، یعنی ربطی به الان نداره، ریشه از اون زمان داره، از همون پیامبران خودش که شده. و بعد نمیخوام توهین کنم، شاید اون زمان اینجوری اینطور بوده، در واقع وضعیت جامعه اون زمان اینطور ایجاب میکرده که مثلا وقتی که سفیرانی میفرستادن به کشورهای دیگه و میگفتن شما رو دعوت میکنیم به دین خودمون، اگر اونها نمیپذیرفتن جنگی صورت میگیره. این خودش یکی از اون مواردی که صورت نمی، یعنی شما حق نپذیرفتن ندارید. ولی ما الان انسانهای متمدنی هستیم، یاد گرفتیم، اعلامیه جهانی میدونیم، حق آزادی بیان داریم، هر کس حق داره یه چیزی برای خودش داشته باشه، حق داره صحبت کنه، نظر بده. ما الان هر کس هر دینی داره، اصلا کاری ندارم شما مسلمانید، شما مسیحی هستید، یهودی هستید، بیدین هستید. وقتی من بگم کاری ندارم، وقتی میام میگم هر کس غیر از دین من است کافر است، این تو ذهن من حک شده، از بچگی حک شده. شیعه میگه سنی کافر است، سنی میگه شیعه کافر است. خود این با اینکه ممکن آدمای تحصیل کرده ای باشن، به جامعه مدنی هم اعتقاد داره، ولی تو ذهن حک شد. این اصلاحش خیلی سخته و این از کجا شروع میشه؟ از اون مدرسه، از اون سند بیسیه که دقیقاً دولتی مثل جمهوری اسلامی دست گذاشته روش، یعنی میدونه از کجا شروع بکنه. چون وقتی رفت تو ذهن شما دیگه درآورده، ناخودآگاه شما بهش عمل میکنه، بدونی که تو صحبت بهش اعتقادی نداری یا، ولی ناخودآگاه بهش عمل میکنی. اسلام میگه دین من، اسلام دین برحق است،
مسیحیت میگه تنها راه مسیحیت است که شما نجات پیدا میکنید. میدونید اینا تو ذهنها هک شده. حتی این چه جامعه اروپایی که خودشون رو اینقدر در واقع متمدن میدونن، این تو ذهنشون هک شده. وقتی دین بشه حریم خصوصی شما، من میگم دین حریم خصوصی منه، کسی از من نپرسه ببخشید شما دینتون چیه، اون موقع من خود شخص من هم به خودم این حق رو نمیدم از کسی سوال کنم دین شما چیست و قضاوت کنم و نظر بدم. به من ربطی نداره آقای ناصری چه دینی داره، ما الان توی یه زمین مشترک داریم با هم همکاریم کار میکنیم. اونجا یعنی من دیگه به ایشون حق دادم هر دین و آیینی داشته باشه، هر مراسمی داشته باشه، دیگه به خودم اجازه نمیدم بگم اگر این زرتشت نجسه، اگر یهودی نجسه، اگه هندو نجسه، حق این کارو ندارم، چون ازش نمیپرسم. این ارتباط بین ایشون و خدای خودشونه و بعد از اون هست که من به خودم اجازه میدم که بگم هر کس حق آزادی بیان داره، اظهار نظر داره و هر نظری که داشته باشه. من فکر میکنم وقت دین بره جز دیگه اتو برگه از من نپرسه دینش چیست، بشه حریم خصوصی، هیچ کس هست هیچ کس نپرسه، خود به خود دیگه این قضیه به مرور از بین میره و از مدرسه شروع میشه. ممنونم، اما که رو رها میکنم. ممنون سرگا خانم رضاوند، کاملا درسته دیگه. واقعا باور اصلا اسمش روشه دیگه، باور قلبیمونه، هممون میگیم دیگه باور قلبی من اینه، باور قلبی من اونه. و اینکه همش به همین برمیگرده، هر کسی باور خودشو واقعا توی ذهن خودش، توی قلب خودش نگه داره و اصلا به این فکر نکنه که الان دوست من، همسایه من، همکار من، همراه من الان واقعا چه دینی داره، یعنی اصلا نباید براش مهم باشه. وقتی شروع نکنه کم‌کاف کردن توی عقیده یک نفر و نخواد بدونه که واقعا طرف چه دینی داره، ولی به قول شما نپرسه اصلا که شما چه دینی دارید، و قطعا طرف مقابلش هم نمیاد ازش بپرسه. و هر کسی وقتی باورش رو توی قلب خودش نگه داره، باعث این میشه که شروع کنیم به همدیگه احترام گذاشتن، دیگه کسی رو بر اساس باورش قضاوت نکنیم، کاری نداشته باشیم طرف چه دین و باوری داره، دوستمونه دوستمون باشه، همون رابطه‌ای که ما با یه دوست داریم همون رو ادامه میدیم و اصلا برای مهم نیست که چه باوری داره. صدکار خانم سمانی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. سلام خدمت همه دوستان، ممنون از وقتی که به من دادید. منم کاملا با حرف همه دوستان موافقم و نظر من اینه که دیگه الان ما هممون آدمای تحصیل کرده و آگاهی هستیم دیگه، مثل زمان قدیم نیست. آره قدیم خیلی به ما دیکته میکردن که آره این اینجوری اونجوری، ولی خب دیگه الان زمانی شده که ما خودمون با مطالعه میتونیم همه این چیزا رو متوجه بشیم که چه اختلافی با هم داریم. هممون یه خدای واحد داریم دیگه، هر کدوممون اینو میدونیم، حالا هر کی به روش خودش مثلا پرستش میکنه. ولی خب داخل جامعه ما من فکر میکنم بیشتر این که سردمدارای ما میترسن که کسی قدرت بگیره، سعی میکنن اختلاف بین مذاهب داخل کشور ما وجود داشته باشه. الان من نمیدونم، اکثرا فکر میکنم خارج از ایران زندگی میکنین، ولی الان از بچه حساب کنین اول دبستان بچه قرآن داره، یه کتابی دارم به عنوان هدیه های آسمانی، داخل اون یعنی هر چیزی که شما فکر میکنید میخوام به خورد بچه بدن داخل این کتاب وجود داره. یا اینکه مثلا حساب کنیم به بچه دوم دبستان شروع میکنم بهش یاد میدن که نمیدونم باید محرم نامحرم و مثلا شما تشخیص بدید. خب اینا مثلا حساب کنید یه بچه دوم از اول دبستان دوم دبستان این تو ذهن یه بچه خونده بشه. خب الان خیلی از خانواده هم مخالفن، ولی وقتی که تو اون مدرسه بچت داره درس میخونه مجبوری که اینا رو رعایت کنی، بچت باید قرآن بخونه، هدیه های آسمانی باید بخونه، به سوالات جواب بده، همه اینا رو باید در نظر بگیر. و الان خیلی از خانواده ها دارن خودشون به بچه ها آگاهی میدن، ولی خیلی جاها هست که بچه دوگانگی پیدا میکنه. مثلا به ما داخل مدرسه میگن که جلساتی که ما میریم اگه مشکلی دارید جلوی بچه‌تون چیزی نگید، نگید به بچه‌تون که من الان سر کلاس دوست ندارم قرآن بخونم، برای چی من باید قرآن بخونم. الان خیلی اینجوری شده، یعنی خانواده‌ها میرن اعتراض میکنن ما نمیخوایم بچه‌مون سوره چیزی حفظ بشه، ولی الان تو جامعه ما
این قوانین حاکمه و همه دارن بهش عمل میکنن. ممنون از وقتی که به من دادید. متشکرم از دوستان. سپاس از شما. کاملا درسته، بحث آموزش در واقع جزء پایه ترین و اساسی ترین در واقع آموزش هایی که ما داریم میگیریم از همون دوران ابتداییه. وقتی یه دانش آموز تحصیلش رو شروع میکنه تو دوران ابتدایی، هر آن چیزی که بهش یاد میدن، خب این ملکه ذهنش میشه. برای همه ما این اتفاق افتاده دیگه، ما هم توی بچگی هر آن چیزی که به ما گفتن و یاد دادن یه جورای ملکه ذهنمون شد و تا حالا بزرگتر شدیم و خواستیم که اینو کلا پاکش کنیم، یه چیز دیگه واقعا بذاریم جاش، خیلی زمان برد. واقعا خیلی زمان برد. خیلی از ماها شاید هنوز ته ذهنمون هنوز باش کلنجار میریم. و این دو دستگی که شما فرمودید کاملا درسته. این یه دوگانگی برای بچه به وجود میاد که کدوم درسته. یه بچه 8 ساله 9 ساله واقعا درکش از جامعه خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی که الان ما داریم میبینیم توی سطح جامعه همون. درکش در حد همون مدرسه است و خانواده است. و وقتی توی مدرسه یه چیزی میگن، توی خونه یه چیزی دیگه میگن و این بچه مشکل پیدا میکنه و تأثیراتش رو بعداً توی بزرگسالی میتونیم به وضوح ببینیم. ولی خب خانواده واقعا تأثیرش رو میذاره توی جامعه، توی درقبال بچه ها. و الان میبینیم بچه هایی که الان بزرگتر شدن و به یه درکی رسیدن، اصلا دیدگاهشون با بچگی های ما کاملا متفاوته. اصلا چیزی که ما توی ذهنمون بود اصلا خیلی فرق میکنه. بچه های الان واقعا خیلی فهمیده تر، خیلی باهوشتر و اصلا قابل قیاس نیست با دوران کودکی خود ما. و این جای امید داره، واقعا امیدوار کننده است این اتفاق. امیدوارم که واقعا روزی برسه که این سیستم کلن جمع بشه از مدارس ما و از همون کودکی، از همون دبستان به بچه ها یاد بدن که شما وقتی بزرگ شدید میتونید اون باور و اون دینتو انتخاب کنی و الان هیچ اجباری در انتخاب دین شما اصلا ندارید. مرسی از شما. جناب آقای فرجی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. به نظر من دین به جای اینکه باعث اتحاد و وحدت یه جامعه بشه و درستش هم همینه، به خاطر یه سری سوء استفاده هایی که حالا حکومت ها به خصوص حکومت جمهوری اسلامی داره میکنه باعث اختلاف شده، اختلافاتی که به نفعشه. و این اختلافات منشأش هم به نظر من خرافات و تعصباته که اصل این که ما دوچار این خرافات و تعصبات هم میشیم به خاطر ناآگاهی مونه. حالا خیلی ها هستن که فکر میکنن آگاهی بودن به اینه که مدرک دکترا داشته باشن، لیسانس داشته باشن و مدارک تحصیلی عالی داشته باشن، ولی نه، به این شکل نیست. آگاهی نسبت به یک چیزی داشتن خیلی مهمه و یعنی این که ما اکتفا فقط به یک سری کتاب ها و صحبت هایی که خیلی ها میکنن نکنیم و خودمون خدا ما قدرت انتخاب، قدرت تصمیم گیری داده که ببینیم چی خوبه چی بده. اون چیزی که برای خودمون پسندیم برای بقیه هم نپسندیم. اگر ما بخوایم خرافات بخوام صحبت کنم در موردش، اینه که ما بعد از اینکه دچار بر اساس یک سری خرافات یک سری صحبت هایی رو میپذیریم و دچار تعصبات میشیم برای همون و با تعصبی که داریم میایم رو دین خودمون که داریم پافشاری میکنیم و ما خودمون رو بالاتر میبینیم و همه اینا باعث میشه که ما تو جامعهمون، خب نه تو جامعه ما، تو کل جهان باعث میشه که اختلاف ایجاد بشه، تضاد ایجاد بشه و تفرقه و نفاق ایجاد بشه، اتحاد ابین بره. تمام دنیا به نظر من یک جامعه است، یک جامعه است که همشون باید با هم دیگه دوست باشن، صمیمی باشن. و بزرگترین چیزی که الان در حال حاضر داره این اتحاد به این بره تعصبات بیجا و این تعصبات بیجا هم خانم سامانی کاملا درست گفتن، با آموزش از دوران کودکی میشه برطرفش کرد. اینکه پدر مادرها هر چیزی که توی مدارس، به خصوص مدارس که داخل حال کشور خود ما هست و جمهوری اسلامی خیلی سعی داره که از دوران کودکی بچه ها رو ذهنشون رو منحرف کنه و به سمتی رو برای که به نفع خودشه، ما پدر مادرها و عزیزانی که با این بچه ها بیشتر در ارتباط هستن کمکشون کنن و هر چیزی رو که بهشون میخوان در مدارس یاد بدن
نذارن این بچه ها بپذیرن و بچه ها را همون دوران کودکی آگاهشون کنن و وقتی این رویه ادامه پیدا کنه طی سالها مطمئنم که در فردای پس از جمهوری اسلامی هر کسی دیگری هم که به قدرت برسه نخواهد توانست این بچه هایی که یک زمانی به سینما میرسن و فریب بده. ممنونم از این که به صحبت های من گوش دادید. مرسی از شما. ممنونم آقای فرجی. درستم میفرمایید بحث در واقع دو دستگی که حالا به خاطر وجود ادیان حالا تو خیلی از جوامع به وجود میاد، علل خصوص توی کشورمون، یک حکومتی هم مثل جمهوری اسلامی میاد دامن میزنه به این مسئله و بیشترش میکنه، اونم به خاطر منافع خودشه و به خاطر ترسیه که از اتحاد، کلا اصلا با اتحاد مشکل داره دیگه، جمهوری اسلامی کلا با اتحاد مشکل داره، حالا به هر نحوی که شده سعی میکنه این دو دستگی بیشتر و بیشتر بشه، حالا چه تو بحث ادیان چه تو بحث اقوام میبینیم که اتفاق داره مرتب میفته، یعنی مردم کرد رو علیه مردم بلوچ میشورونه، مردم ترک رو علیه فارس، عربا رو علیه نمیدونم کردا، این دو دستگی رو همیشه بیشتر و بیشتر کرده. توی ادیان هم میاد همین کارو میکنه، توی ادیان هم میاد میگه بهایی ها کافر هستن، نمیدونم اسلام دین کاملیه و بالاتر از اسلام دیگه چیزی نیست. متاسفانه یه عده هستن که خب به خاطر اون بحث ناآگاهی اینا رو باور میکنن و دنبال روی میکنن و باعث میشن که این دو دستگی بیشتر و بیشتر بشه و این همون چیزی که دقیقا جمهوری اسلامی میخواد که این اتحاد شکل نگیره و توی این چند وقته هممون داریم میبینیم که اتحاد کار خودشو کرده. تو همین سه ماه گذشته تو این اعتراضات واقعا همه و همه دیدیم که مردم چجوری پشت هم دیگه بودن، با چه اتحادی اومدن توی خیابون دیگه، برای هیچ کی مهم نبود که من بلوچ هستم، من کرد هستم، من مسیحی هستم یا بهایی هستم یا مسلمان هستم، همه و همه توی خیابون بودن برای یک هدف مشترک و هدف رو پیدا کردن. وقتی هدف پیدا بشه خیلی راحت تر میتونیم دست پیدا کنیم با اون هدف. جناب آقای یزدانی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود خدمت همگی. من در پیرو حرف تمام عزیزان که کاملا موافقم، همش بستگی به آموزش داره، یه امر خیلی مهمیه که یک جامعه رو برای فردا میسازه که باورها و عقیده ها هم به هم احترام بذارن، ولی یک سری چیزا وجود داره از قدیم. خب همینطور که آقای پوریا دوست خوبمون اشاره کرد، ناآگاهی، اون تعصب تو ریشه ملت ایران وجود داره همچین چیزی. من داشتم با یکی اتفاقا بحث میکردم که راجع به چیز گفتم، خب ما نمیتونیم یه بخش عظیمی از جامعه رو حذف بکنیم، درسته خیلی حرفا خیلی چیزا گفته میشه این روزا، ولی ما نمیتونیم یه بخش عظیمی از جامعه که هنوز تعصب دارن و به خیلی از باورهای خودشون اینا رو حذف بکنیم، اینا هم باید ساماندهی بشه. حالا مدیر سخنگوی سازمان حقوق بشر اعلام کرده که اصلا سرکوب اقوام مختلف اصلا قسمت مهمی از سیاست سرکوب جمهوری اعدامی هستش. یعنی ما میتونیم، این حکومت سعی میکنه در واقع تمام با استفاده از اون تعصبا و ناآگاهیایی که متاسفانه هست هنوز و نمیشه انکارش کرد، اونا رو ابزار سرکوب میکنه، در واقع اون چیزایی که تو جامعه وجود داره، اون تعصبا و اون عدم آگاهی رو ابزاری میکنه، از اون آدم عادی، مردم عادی استفاده میکنه در واقع برای سرکوب بقیه اقوام. شما میتونید همین موضوعی که خودتون اشاره کردید، شیعه رو به جون بهایی میندازه، بهایی رو به جون این میندازه، اون چیزیه که وجود داره، سیستماتیک داخل این، یعنی یکی از باورهای ایدئولوژی این حکومت. مرسی، مایکو در اختیار من قرار بده. مرسی، ممنونم آقای یزدانی. بله، مردم واقعا در مقابل مردم قرار دادن دیگه، الان میبینیم توی خیابون مردم رو دو دسته کردن،
در واقع کاری که خود جمهوری اسلامی داره میکنه دیگه. آقام اعلام کرده آتش به اختیار، همه میتونن برن توی خیابون هر کاری که دلشون بخواد در قبال کسانی که حالا به گفته اونا بی حجاب یا بعد حجاب هستن مقابله کنن، حالا به هر روشی که خودشون بلدن بزنن. چه میدونم دو سال پیش دیدیم که اسید میپاشیدن توی خیابون رو صورت دخترها، و همه اینا به خاطر بحث اون تعصبات دینیه که متاسفانه توی کشورمون وجود داره. جناب آقای یزدان پناه بفرمایید. خواهش خسرو پناه بفرمایید، وقت اختیار شما. با سلام، طبق صحبت‌های اولیتون جناب ناصری که فرمودید، ما اجازه نداریم به ادیان دیگه بی احترامی بکنیم و باید آگاهی بالا بره. خب تمام ادیان برای آگاهی انسان‌ها و بشر به وجود اومده، ولی متاسفانه توی ایران از دین به عنوان نیروسازی، یعنی نیروی خودیسازی استفاده میشه و طبق سخنانی که دوستان تا الان فرمودن، خوشبختانه این آگاهی الان تو ایران خیلی بالا رفته که مردم به انسانیت بیشتر دارن احترام میذارن و اون انسانیت رو خط اول در نظر میگیرن. و طبق صحبت خانم رضاوند، دین باید یک چیز خصوصی، یک چیز شخصی باشه. وقتی من اجازه دارم فقط درباره مسائل انسانی شما از شما دفاع بکنم، دخالت بکنم، ولی در مسئله دینی شما وقتی اجازه به خودم ندم از شما سوال نکنم و شما هم مطابقا این موضوع رو تکرار نمیشه و این زنجیره همینجور میره و آگاهی کاملی به وجود میاد. و این موضوع خوشبختانه تو جوانان ما، مخصوصا الان تو این دهه نسل جدید، خیلی من برخوردهایی که داریم خیلی واقعا دیده میشه. دست شما درد نکنه که وقت در اختیار من بشه. ممنونم آقای خسرو پناه، کاملا درسته. ببینید وقتی شما از دین به عنوان ابزار استفاده میکنید، باعث میشه که به جایی که جذب بکنه بیشتر دفع میکنه. الان دین گریزی که توی کشورمون داریم میبینیم، اسلام گریزی در واقع بهشون اسمش رو بذاریم، همه و همه یه جورایی زده شدن از دین. یعنی همون کسایی که یه موقعی حالا نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مسجد میرفتن، همونا دیگه باور واقعا ندارن به اون چیزی که، به اون عملی که انجام میدن، و فرزندانشون هم همینطور. شاید خیلی سال پیش، نه خیلی، شاید مثلا 20 سال پیش، 15 سال پیش شما به وضوح میتونستید توی جامعه هم ببینید، یعنی ایران رو یک کشور اسلامی میتونستید ببینید، از محرماش، از چه میدونم مساجدش، از مراسمایی که برگزار میشد، اون شور و شوقی که وجود داشت میتونستید قشنگ اینو ببینید که یه جامعه اسلامی شما دارید. ولی الان با اتفاقاتی که افتاده و کاری که جمهوری اسلامی کرده، مردم رو فراری داده از دین، الان داریم میبینیم کسی واقعا اهمیت نمیده به این مسئله. کسی دیگه دنبال دین نیست، دنبال اسلام نیست، هر کسی دنبال باور و عقیده خودشه. حالا هر عقیده و باوری میتونه باشه، یکی خدا ناباوره، یکی نمیدونم به هر چیزی میتونه باور داشته باشه، اصلا لازم نیست باور داشته باشه. یه کاری کردن کلا مردم گریزان شدن از دین. ممنونم از همه دوستان که توی بحثمون امروز شرکت کردن. بحث آزادمون خیلی خوب بود در رابطه با روز جهانی مذهب و در رابطه با آزادی مذاهب. دوستان همه به نکته‌های بسیار خوبی اشاره کردن. یکی بحث آموزش که واقعا جز مهمترین بحثایی حالا امروزمون بود و همه دوستان اتفاق نظر داشتن در این رابطه. بحث آموزش جز اصلی ترین و پایه ترین در واقع اصول آموزشی کشورمونه و هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم، یعنی اگر بخوایم یه جامعه رو به رشدی داشته باشیم، باید سیستم آموزشی رو خیلی سیستم قوی بکنیم. وقتی تو سیستم آموزشی شما سرمایه گذاری بکنید، میتونید اون جامعه رو به رشد
ببینید و رو به رشد واقعا پیش میره. از همه عزیزان تشکر میکنم. من تشکر میکنم از دوستانی که امروز در برگزاری این جلسه با ما همراهی کردن. منشی جلسه جناب آقای علی فروتن، ضبط صدا و تدوین جناب آقای صدرا، مجیب یزدانی و سرکا خانم لیلا رمضان، ادمین ها سرکا خانم مریم حبیبی و جناب آقای داوود لطفی. من ختم جلسه رو در ساعت 18 و 25 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 15 ژانویه سال 2023 اعلام. سپاس از همه دوستان، همگی خسته نباشید و